1536 تأسیس یا ساختن شهر شوش و فهم شاکباش بگم و با سخن گفتگو ما راجع به مهندس سیمون آغاز و راجع به نقش یک معمار مسعود یا مهراز مسعود. واژه مهراز واژه‌ای است که امیدوار هستم جایگزین معمار بشه و اینکه فارسی هست، راز به معنی بلند پای بناست در زبان پهلوی قدیم و شخصا مهندس سیمون رو یکی از مهرازان میشناسم. مهندس سیمون از دیدگاه من نه تنها یک مهراز هستند بلکه یک نقاش و یک هنرمند برجسته ایرانی که شهرت جهانی دارند و کاراشون با ارزش هست و در موزه ها و دانشگاه های مختلف دور دنیا نگهداری میشن. در آغاز در سال 1937 این دیو بیدی از کارای رنگ روغن منسیون هستش که از کپی رامبراند هست و دیگری سیاه قلم سنت ماریا میلانیفلی و آبرنگی از پسرامویش در سال 1942. کارهایی که یه بقیدی از کارهایی که در کتابشون هست من خواستم گستردهش رو برای کسایی که ندیدن جمع‌آوری کنم از کتاب و به صورت مختصری یک نگاهی بهش بیندازم. اینا یه مداری کارهای آبرنگ هست. این سلاید پایینی خانه برجدی ها در پاشا. دیگر کارهای آبرنگ من دونه دونه برگردم. این سیاه قلمی هستش که میخواید شما این رو بگید کارگاست محکوبره. بله، این رو ما برای استفاده کردیم برای موقعی که سال 89 در یو اس سی این تابلو بزرگ هست و این روی کارت دعوت ما بود که ایشون در دانشگاه یو اس سی سخن گفت. این هم یکی از کارهای مهندس سیمون هستش که در نافر شتون در پاریس بدونه کسی که اینجا زندگی میکنم. میخواید صحبت این رو دوزی ببینید؟ این هم ترکیب مجموعه اطفاس با هم چیز رو میزه در حالتهای مختلف نبا هم که ترکیب میشه. بسیار زیاد. دست نوازنده ساز موضوعش نیست سمیش داریم نه دست رو دست محالت بود ساز درش خبری نیست بوده این را کنه ها دست برکم را کنم به صورت افسایت همون شد نه اولنگ هست نه شبیه مردنگ هستم دو تاشون همیشه در سخت ما میترکن با این رو امیدوارم سبیه شدار نشد آبرنگ محل شده آبرنگ این راه فشم در ایران نبیه که از مناظر جنوب تهران نه تنگیزی بسید بشتیم آفرای نه تنگیزی کاشون خانه برجردی ها در کاشون یکی از شاهکارهای معماری زمان قاجاری هست. این یکی از مناظر شمال تهران طرفای لشکر این یه نوع تطبع مینیاتور ایران که قبلا کسی به این صورت کار نکرد. من همیشه سعی کردم که اون کاری که میکنم تازه این داشته میکنه از برای خودم ببینه کسی قبلا نکرد. این روی کاغذ ابری کار شده با یه تکنیک مخصوص. حالا اگر میخوام توضیح بدم این است که این طور است که اون نقشی که در وسط هست خیلی از سوار و میره من نزد تو چشم شد زمانش نیست این
سوار از تمام این مجموعه که ما رو فرمایید این مجموعه سفید تو کاغذ همه طوری انجام دادی که یه قسمت صفحه سفید بمونه و بعد روی این سفیدی بعدا من شروع کردم به اکتشاف یعنی کشف میکنم که چه چیزی رو چه نقشه رو در بیارم که با اون سفیدی هایی که مونده اینا بخونه بعد بعدش هم خود مجموعه با اطرافش که کاغذ ابریه بودن که این آدم یکیش دارم چند تاییش توی کتاب این هم آب رنگ دیگه پیداست این هم یک ترکیب اونجا خانم هست و چند تایی پرنده که با جوهر مخصوص رنگی انجام شد در صورت به صورت میکس اندیا انجام شد این صورت یک گرمرد خیالی زربت این همش یکی دیگه بگیم بله ممکن اون هم دیگه هست این نمد بنده الان بر همه کارا و معماری و نقش رو الان نمد مالی هم زیاد فرقات یه خود عجیب به نظر میرسه ولی به نظر من رسید که چون مسافرت با دانشجویان دانشگاه زیاد میکردن در اطراف ایران نمد یکی از تکنیک ها و یکی از صنعت های جالب روستایی هاست اینا رو درست میکردم برای کف اتاقاشون من فکر کردم که من بیام یک کاری انجام بدم که از کف روش برای اتاق برمیاد و حالت تزینی به خودش بگیره برای روی دیوار اونم بخشیست که خودم ابداع کردم این هست که شروع کردم به نمد مالی کردم خیلی هم کار مشکلیه یک چیزی نزدیک هم صد تا تقریبا نمد رو درست کردم با احواد خیلی دو تا اون وقت شیش متر هفت متر یک چیز از دیدگاه من مانسی اون یک معمار مسئوله responsible architect و مشخصات این شخص چی باز باشد از دیدگاه من این هست که dedicated to the field دلباخته این فن باشد و دومی که کارآموز طبیعت و کارآموز پیشینیان و به فرهنگ و هنر و سنت پیشینه احترام زیادی قائل باشد و بتونه در کارش پیاده کنه دومی که نوآور باشه من فکر میکنم مهندس سیهون با اون یک مهراز همه این مشخصات رو داره یا مهندس یا معمار dedication to the field اون دلباختگی که الان شما دیدید که چگونه هنوز اون شوق و علاقه رو به کار و به آموزش و یادگیری و عنوان کردنش داره و یکی از مطالب دیگه که صحبت نشد خط در خیالی که از کارهاست که ایشون ابداگرش بودن و نوآوری کردن این خلاف خط برده خلاف خط اون وسطی بله اینه دومی که راجع به این که کارآموز طبیعت باشه یکی از کارهای ایشون این ساختمون هست که بنظر من بسیار زیباست و این هستی که ساختمون رو با طبیعت تطبیق کردن یک قسمت عمده بزرگ دیوار کوه است من خودم توضیح بدم بهتره این ساختمان توی باقی انجام شده نزدیک اوشان نزدیک اوشان شمال تهران اینجا یکی از دوستان صمیمی من یه باغ داشت اینجا و ما با هم میرفتیم بیرون از تهران مسافرت هایی میکردیم برای نقاشی ها نقاشی میکردیم ایشون اصرار غریبی داشت برای اینکه من بیام اینجا یه زمین بخرم یه باغی بخرم یه ساختمانی منم یه بار نکردم مرتب فشار می آورد به من یا آقا این کار بود و
یه روزی یه زمینی پیدا شدم که ساختمان توش نمیشه کرد و اولش میشه رفت از اون بالا منظره ده و اطراف رو تماشا کرد. به شما چون ساختمان توش نمیشه کرد خیلی ارزون میفروشه اونجا رو باید بزنید. من رفتم اونجا و یه مثلا جای ساختمان نیست شکل نمیاد پایین و براسای سنگ چین شده درست کردن که پاک چیز کردن توش و درخت‌های میوه داشتن. یکی از این تراس‌هایی که داشت نزدیک ورودی به این بود به این زمین بود در طبقه بالا دیدم که خیلی راحت میشه اینجا اتفاقاً ساختمان کرد. آمدم یه ابداعی کردم اینجا و از زیر کوزیرک رو فاصله فاصله راه کردم تیره من رد کردم روی زمین یه به زمین اونجا از روی اون تراس رو بور دادم آمد جلو و حتی به صورت بالکن آمد بالا و از زیرم با تیرهای حمال در که بتونه این نیاز تصدیل کردیم که این بتونه محکم سرزش باشه و یک بدنه داخل سالن سالانه که این یه سالن هم بیشتر نیست این یه خانه ویکند در حقیقت یه روز تعطیل اینجا نمیشه برای همیشه زندگی کنه. یه سالن فقط که توش آشپزخونه هم هست یه گوشش هم یه در داره که دستشویی و حمام هم اونجا هست همین یه چیزیه. یه بدنه کامل که به چرخه حتی تمام خود بود و بقیهش اون جایی که روی هوا بود رو تکچین کردیم و این زمانی سیمونازی بود وقت من اگر داخل رو خیلیشون بده این بود وسطی داخل وسطی این وسطی این بود روی بود سرام شمینه رو یا بخاری سنگی رو در آوردی که یه طرفش هم این خمره خمره رو از آنتی بود از کاشان آوردیم که این خمره آدم توش خوب میرفت و ناف و دوشکمون رو یه گنجه نداشتیم که این خمره میداشتیم و این کاناپه هایی که اطراف رو سردیم اون آقا زمان این عیس هست یا من کاناپه هایی اطراف ساختونه که کاناپه ها شب میتونست برداشته بشه پشتیمه سیداش بشه تحت خواهد فشار تایی بای آمد میرفتون یه جمعه رو شهر میشه از جمعه رو جمعه رفت اینجا میتونست هم یه خواهد هم میدونست برای اون خود فرد رو کنیم هم کنیم تفریم رو کنیم به این وقت اینجا نشون میدم که از آرامگاه کوروش تا کار منسیانو در پورسینا این سنت این نوکار استفاده شده و اروپایی‌ها اونو با استفادهشون عنوان میکنن و الان استایده که نشون خواهند داد این آرامگاه کوروشه که این نسبت زرین درش به کار رفته. من برای که زمان زیاد نیست من زیاد نمیفتم در شهر پارس استفاده شده اون رو بگیرم و باید نگاه هست این چارگوش هست که از وسط یک خوشی سده میشه و این نسبت میده و این در تخت جمشیدی بازسازی کرده بودن این تاق کسره هست و مناسبه کنید همون نسبت درش استفاده شده چارگوش از وسط یه باز کرده شده و این نسبت روش مرکز این هلال هست در بالیقاپو هم این نسبت زرین یا با اون معنوانی همگر زرین به پارسی استفاده شده در بالیقاپو. خود شما قلایی هستی؟ دارم؟ بله متاسفانه زرین بود بودن این چارگوش از وسط به مرتبه تاق بدن داده در تاج محل همینجور که میدونی تاج محل هم مهرازش یا مهرازش یا ارکیتکتش ایرانی بوده و روکوبوزی هم خیلی کار کرده یکی از کاراش
مجموعه مسکونی در مارسی فرانسه، ایشون هم در نمایش کار کرد. بیاییم به کار مانسهمون پورسینا یا عبالی سینا واضح میکنید همون نسبت ها به کار گرفت شد. منظورم از پیشینیان این بود که اون فن و سنن رو در کارهای خودمون بتونیم به کار ببریم خیلی پر بارتر و پر ریشه تر. این هم ریچارد مایر که هممون باشاشون هستیم در رویال داش پیپر میلز استفاده کرد در ایجاد پنج این چهار گوش بود و کمانی که ایجاد شده و پلن ایجاد کرد. احترام به سنن و تردیشن. اینجا در سخن بعدی مانسیون صحبت خواهند کرد که چجوری پروژه عبالسینا ایجاد شده و چرا از برداشتی از گنبد قابوس استفاده شده برای اون کار و این رو نظر نزدیکی من این است که احترام به گذشته و نظری که خود مانسیون داره. دیگر اینکه innovation without compromising culture. نوآوری بدون اینکه فرهنگ خودش آدم از دست بده. خیلی ها هستیم اینجا کار میکنیم و واقعا ریشه کار ایرانی میکنیم ولی اون ریشه فرهنگ ایرانی خودمون رو حفظ نمیکنیم. و امیدوارم هستم که بعد از این سخنرانی شاید روشنگری شده باشه و مطمئنم این گروه همه آگاه هست. برای همین هستش که من سیهون به عنوان یک معمار مسئول من یا مهراد مسئول میشناسم که واقعا تمام مشخصات دارم به اضافه چیزهای دیگه که برای گفتنش بکنم ساعتها وقت بکنم دانشجوهاشون داستانه بهتری هم دارم. از اگر اجازه بدید من خودم خواستار هستم که خود من سیهون راجبه پروژه های این سه ساختمان صحبت کنم تا من از خود ایشون که طراح این ساختمون باشن بشنوید برای من خیلی جای نوآوری داره و هم خود من استفاده می‌کنم. با اجازه شما از منسیون می‌خوام که من اسلاید رو اول بفرم به خودشون راجع به این سه ساختمون گفتید. قبل از هر چیز این کتاب رو معرفی بکنم که این کتاب در تقریبا 6 ماه پیش خریدم. آگست. این رو در مراسمی که انجمن اشریفای همینجا که بعد زیادشون دانشجوی قدیمی خود من رو اونا میشده بودن اونا ترسید دادن و از من خواسته شد که برای کسی که این کار رو کرد آقای مهندس برنایان باز از من اینجا عکسشون نیست که آقای مهندس برنایان علاقه داشتن که من راجبه ستا نیست پنج شد پور-سینا به قول شما نادر شاه خیام کمال مول و فردوسی اینا رو درشون یه معماهایی هست یه فرانسور کموزی هست که جایی نوشته نشد از من خواستن که اینا رو من به قلم خودم بنویسم و شرح بدم که نتیجه این کتاب شد با خود اشکال کمال ملک این یه قسمت هست خیام این سقف خیامی که در روز حقیقت نماز یا سمبول ستاره شناسی خیامی این خود خیامه و اما باید یه توضیح داده باشم خدمتتون قبل از اینکه بنده خودمو برم ببرم جلد ایرانی مدرن کار کردن کسان دیگر هم ایرانی خواستن کار بکنن و کردن این کار چه در زمان رضا شاه چه در زمان محمد رضا شاه و حالا من نمیدونم حالا بگم اونها دیده شده که یه چیزایی رو علی عواملی رو از گذشته گرفتن
و توی بنایش کردن جا دادن. مثلا زمان رضا شاه شهربانی کشور یه برداشتی از تخت جمشید شده. یعنی عوامل از تخت جمشید آمدن توی بنای اون روزی جا دادن. خود خوبی اون یا در نمیدونم یه جای دیگه ما میبینیم که ستونهای زندیه رو برداشتن به کار بردن یه بنای ساختمان یا در مدرسه دانشجوی ما کار میکرد ستونهای تخت جمشید من این کار رو نخواستم من خواستم برداشت خودم بدون اینکه یه عاملی رو از یک بنای قدیمی بردارم دو مطلب استفاده بکنم خواستم اصلا روحیه ایرانی بودن تجسم بدم بدون بود یعنی این بود که اینها رو به وجود آوردم حالا راجع به پورسینا که شما میخواستید بگید و گنبد قابوس این یک مفهوم خاصی داشته برای من با اون اینه که در زمان بو علی یک بنا از اون زمان به یادگار بوده اونم همین اون بنا که مال آبوسه بوش میره و مال زمانش که بو علی زندگی خب من فکر کردم موقعی که میخواستم این بناها رو میسازم فکر کردم که نیام فقط مقبره بسازم مقبره ساختم و خیلی مقبره ساختم ولی من میخواستم عواملی رو به کار ببرم که اول ایرانیه کامل باشه دومی که یک نمادی باشه با عوامل معماری و اشکال معماری و همچنین عوامل عددی که اینا گویای شخصیت اون کسی باشه که اینجا مطمئنه اینجا نمونهش هست حالا فارغ از اون زن و سواد زرگی میاد زرگی نفسر یا هرچی زرگی مکنم اون این بود که توضیح میدم خدمت زیر بنا که جاییست که چهار عامل درش باید مدروز میشد یکی آرامگاه خود بوهنی که اینجاست اینه در یه ایفان اینه که باشم که مربع از قدیم الایام از قدیم الایام مربع یک فرم هندسیه که خیلی مورد احترام ایرانی ها بود اگر تخت جمشید شما مطالعه کنید و پلان تخت جمشید رو ببینید جز مربع چیزی که نیست کاخ ها، جزئیات کاخ ها، ستون بندی ها، فواصل ستون ها تمام بوده مربع ما ایرانی ها یک عیب بزرگ داریم اون است که به آثار خودمون اون احترامی که باید بنذاریم همش دنبال این هستیم که بگیم که اینو از یک کسی از یک جای اقتباس هست حالا خیلی بگذاریم از این که خارجی ها حتی بر رادیو هم دیروز چه دفعی گفته شد معلوم است که یونانی ها معمارشون از ما گرفتن یا ما از یونانی در صورت هیچ کدومش نیست نه ما گرفتیم نه اونا گرفتیم اگر ما گرفته بودیم باید یه چیزی از یونانی ها توی بناهای ما باشیم نیست این مربع هم یه فرمی است که یونانی ها کار کردن برای لب اندازه که ما وسواس خوش بشه تخت جمشید از کردن یک اثر صد در صد شاهکاره که مربع درش به دفعات به دفعات کار خب حالا خود این برج گنبد قابوس من گفتم که اینقدر نیفهم نمیخواستم بزنم این تقریبا فرم گنبد قابوس منتها دفعه با
با تیغه های جدا جدا از هم از خالی ننگه بود وقتی هم بوده و به این شکل هم نیست اون ده برداره آجوری هم هست این بتونه مسلحه و بتونه لخت اولی بار هستی در ایران بتونه لخت کنه و دوازده برد حالا چرا دوازده برد؟ برای اینکه بوالی رو به عنوان دانشمند دوازده دانشی میشه به این صورت این علامت خونه پایین عرضونم که از بیرون میبینید که شما مثل یک پایه هست در کل برج در صورت که نیست در برگیرنده این پایین در برگیرنده اون چهار عامل است که هست یکی خود کارگاه که اینه یکی کتابخانه بوالی یکی تالار ارزونم که چیز اجتماعات و یکی هم این ایوان این ایوان است که جراح هست به این ایوان خودش اهمیت این مجموعه پایین در حقیقت سمبول یا بازسازی شده یه مدرن معماری یونان قدیم برای چرا یونان؟ بوالی دانشمند بزرگی است که چه در زمان حیاتش و چه به خصوص بعد از حیاتش دانشش و تجسسات علمیش به قلب آسیا یعنی به اروپا نفوذ کرد و شناخته شد بنده میخواستم اون برج رو که گفتیم سمبول خود بوالیه یه نابه داشت این مسلط باشه به این بالا پایین که معماری مدرن شده یعنی یادآور معماری اروپایی است این تزریق قرار گرفته که گفته بشه به این ترتیب تسلط دانش ایران روی دانش اروپا این یکی بعد در این ایوانی که این پایین ده ستون داره این چون زمان هزاره بوالی جشن گرفته میشد و ساخته میشد این من فکر کردم ده ستون بذارم هر ستون اما این ده یک خرم این هزاره همسال این با جزئیات خیلی زیاد مربع شاید 500-600 مربع این بنا به کار رفته که باید رفت این بلاشی برای جزئیات رو دیگه بیشتر نمیگیم که نه راجب چی؟ راجب این سلاید اگه کنترول ببینید گفتم مربع یه در و در بیشتر ولیه اینجا تمام از مربع اینجا هر کدوم از این شکل ها مربع زخانی و دایره و مربع هر دو خیلی ارزش داره یکی از بزرگان یعنی فلاسفه یونان گفته است که دو شکل در دست است که عالی ترین و ناب ترین یکی مربعی که داره مربعی که من خیلی خود ایرانه که قد دوست داره و دایره اگر مورد اضطراب یونانی هاست باز به اون مناسبت اینجا حالا اونا باز بگیم که داخل آرام تا مربع به زفت آزی اینجا یه دایره است خود آرام تا یه دایره است با بله ها که مستدش اسپرس مربع یک اونگه بزرگ مرمر گذاشته شده که آرامگاه خود بوالی یه جزئیات باقصادی شما سایر زیداش آرامگاه نادرشان ما از یه جایی نشون داده که کلش نشون نمیده بلی که سایر زیبایی
ما اینجا اینو این نمای اصلی نمای اصلی اینجا ما جبه که چهار آمد که حال تزدید داده بشه یکی آرامگاه خود نازم که این وسطه یکی موزه اسلحه زمان نازره یکی موزه اسلحه زمان ما قبل نازره و یکی هم برج مجسمه که من فکر کردم اینجا هر چیزایی که اینجا توضیح هم دادم توی کتاب گفتم که سعی کردم اولا تنوع مساله نباشه مساله سنگی به خصوص سنگ‌های خیلی عظیم بخواد بره اینجا که اون سرآبز و استحکام و بزرگی و قوت نادری مجسم شده دومی که سنگ‌های کوچکتر به نظر می‌رسید این سنگ‌هایی که دارم هر می‌کنم خدمتتون همین اینجا که این فرقی رو بزاری ساخته بود هر کنون این سنگ‌ها سه متر و نیم تقریبا دست سه متر اندازه شه وقت خلوفتی که پونزه شونزه تون بعد نیست این هم بازی تطور خاصی تو شده که بازی الان بخوام بدم طوری کشه و اما ببرید راقه پایه مجسمه مجسمه رو مجموعه ماست مجسمه رو آقای مرحوم آقای صفحان صدیقی شاگرد کمال مولد او در روم ساخته و پایرم بنده تحریزی کردم با این شما به قراری گذاشتی که فرم کل مجسمه رو پایرم با هم با هم باید تحریز کردم من تهیه بکنم و بدم دست ایشون با صدا رو حرکت مبربه و خطبوت رو و عمودی رو بدم بگیشون که ایشون از مهمات مجسمه رو پرخیزی بکنم و بسیم ولی چرا مبرم؟ ما در عالم خط سه جور خط داریم خط افقی علامت سکون و آرامشه خط عمودی بابرشایی و استحکام خط مبرم حرکت و جنبش و جهش چون نادر تمام زندگی جهش بیده این خط رو به این صورت مبرم و بعد هم اون یکی خط فرمی زده این هست این هم مبرم و آمد و اما در داخل اینجایی که آرامگاه خوده نازم هست نازر رو من وسط آرامگاه نداشتم کنشم به چه این دو طرفش دو تا دیواره و اطرافش هم سنگ بعد این طرف باز دو طرف دیوار دو جور هست و این وسط این دیواره این دو طرف سیپه خاموش میشه این طرف و این طرف دیواره این دو طرف دیگه بازه یعنی نادر که در گوشه قرار بیاسه خواستم بود در گوشه بذارم این حالتی صحنه جنگ تدایی کرده باشه که اونجا در پناه دو دیوار تو قلبی زنگی هم هست سلامته جنگ سمبول جنگ اونجا موزه گرفته و این سر بازاش دور به دور به صورت این دو طرف هم سربازا مثل این وایس دادن و ناظر از اونجا به صحنه هست مثل این گسابش بیشتر نمیدید از جزئیات رو نکس کنم من نمیدونم از زمانی چطور هستی و فعلا وقت داریم و بسید که همه مشتاقم که چون همین به موضوع اصلی نرسیدیم اصلا من رایشون رد شده یه خوری ما رو حرفی هستیم جالبه بفهمیم این تنها
یعنی ایشون باید گرفتاری بود. نخیر خانم نسرین سزار مسئول گرفتاری هست. راجبی توضیح بیشتر خواهد بگیرم. این پنجره کتابخونه است. اون یکی یه آبنماز سنگ آبه که این کوهی سنگی دیگه بود بفرمایید. از نظر بنده اون دو فرمی که صحبتش کردیم دایره و مربع مثلث هم مثلث مساویان از دا هم یه فرم ناب دیگه هست. این سه دارم. حتی کتاب هم اولش گذاشتم تو سه دارم. فرم با هم میگه. اینجا هست. اینجا هست. اگه این بخواهیم زیادی توضیح بدیم وقت نمیشیم بارمگاه عمر خیام هم خیلی جالبه بزنی من اینجا نشون بدم برای اینکه خیام این کتاب ندیم در اختیارت نبوده چرا گرفتیم؟ استاده هستیم استاده هستیم بریم نست نمکتیم این برده بیخوام شما ندخل مرزی کنید یه باقی از به نام باق امامزاده محبوب که در نوشابوره که برای امامزاده ساخته شده و امامزاده وسطش خیام درست در گوشه شمال شرقی این امامزاده مقبرش بود که انجمن آثار ملی نظر تصویب کردن که خیام از اینجا حرکت داده بشه و چون در گوشه یه ساختمان دیگه نمیشه بنای دیگه ساختمان اما اون رو خراب میکنه کارش رو تماشا میسازه همین گفتن یه جایی پیدا بود بنده رفتم مطالعه کردم برای این بناها و قبل از اینکه بخوام دست بزنم به مطالعه و نیده کروکی و اسکی ساعتی حرفا بروکی بزنم مطالعه میکنم روی زندگی این کسی که باید برایش کار بشه خیلی دقیق مطالعه میکردم خیام اولا سه شخصیت بزرگ بره ستاره شناس بزرگی است که خیلی اکتشافات فوق‌العاده ریاضیدان فوق‌العاده بالایی است که چیزای مطرح کرده که قبلتون نبود در عالم ریاضی هم خیلی ریاضی و هندسی و بعد هم در عالم شعر و شاعری مدن پس این سه تا موضوع باید اینجا مجسم بشه و اما با خود خیام که صحبت کردن در چهار مقاله نظامی عروضی مصاحبه ای که با خیام شده اونجا ذکر شد خیام گفته است که گفتن که مادرت میخواد بعد از مرگت کجا چجور مقبرت چجوری باشه گفتن من دلم میخواد آرزوم این است که در جایی باشه مقبر من که بهاران این فصل گل یعنی همه بخواه برگ گل بیوزه رو برم بنابراین خود خیام فکر میکنم که طرح مقبرش رو سمتن گفته یعنی گوید قبل مقبرش بسته نباشه مثل مالی اومد باز برگی گل بریده در این با در قسمت شرقی با یک تراس بزرگی هست سر تا سر سه متر اختلاف سر داره از زمین و بالای اون درخت های زردار بود و سیب کاشتن از قدیم که یک دوم این که یه جاده از جاده اصلی مشهد نشابور می اومد که از اون یه جاده فرعی ساخته شده بود این مستقیم روی محور طولی امامزاده محبوب وارد می شود من فکر کردم که باید یه کار دیگه بکنیم از نیمه راه این جاده رو برگردونم طرح جدید بذارم بیارم به این طرف طرف
غرب این اتفاق اینجا یک نیم دایره پارکینگ در نظر میگیریم و از اینجا یک محور فرعی ایجاد میکنم به آخرش منتهی بشه به همون اختلاف سطح و اونجا این کار رو انجام که اولا دوتا بنا هم بزارد هم دیگه نباشن در ثانی در جایی گذاشته بشه با خیام که برگیگول مشرف و بعدش هم این میدان از طرف عرب حرکت میکرد که بود میره به طرف عطار که عطار و شمال ملکم اونجاست. بنابراین یه موضع خاصی برای اینجا گرفتن و این سه سمبول را در اینجا کنید که این چیزی که ما میبینید در دوزی ها از هر اولا ده پایه گرفتیم برای این آرامگاه این بود که از هر پایه ای دو تا تیغه بره بالا که همدیگر رو در وسط را قلب کنم و فرمایی دارد ده علامت اولین دو رقمی حساب یعنی ریاضیاته که خیلی مصرف زیاد داره و بعد هم برخورد تیغایی که با هم دیگه چند جا اتفاق میفته فرمای خیلی جالبه طرحهای ایرانی به دست میده که این به اصطلاح حالت علم هندسه و ریاضیات قدیم در بالا هم که از کلام بندن برخورد اینا همه یک ستاره ده پر رو به وجود میاره این ستاره ده پر علامت یا سمبول ستاره شناسی خیام و شعر و شاعرش هم به روی چیز ها حالا جزئیات دیگه‌اش باشیم اینجا بیشتر من یه اسلاید از کمال ملک هم گوشیدم اینجا که زمان نبود این سه ساختمون انتخاب کردم و این یک اسلاید اول از کمال ملک هست اگه اجازه بدید به موضوع اصلی بدید موضوع اصلی این است که ما یک کشور بسیار ثروتمندی داریم از نظر معماری حالا شعر و شاعر این هم دیده بکنم که فوقلات هست و از نظر معماری هم دست کمی از ادبیات نیست نداره این رو هر وقت همون شد من این مطلب رو تأکید دارم بنده که گفته بشه که معماری ما که از نظر خود ما ایرانی ها خود کم روچه می کنن از خود معماری ای کاش همون توجهی که روی شعر و شاعری داشتن روی معماری هم داشتن معماری ما یکی از غنی‌ترین معماری های دنیا هست حتی توی این روستاهای چه که بی‌ارزه شما می‌بینید چیزهایی پیدا میشه که سرمشق دردن آدم ها بود یه نمونش من رفته بودیم با دانشجوها مسافرت به یزد رسیدیم به یه جایی به نام حسینیه شاه ابوالقاسم که این حسین شاه ابوالقاسم یک ساختمان مربع شکل بسته شده است که وسط جای نمایش برای تعزیه دو تا دو قرصه هاست برای یه قسمت برای خانم ها یه قسمت برای آقایان که خیلی جالبه ولی جالب تر از اون چیزی که کمتر بهش توجه میکنم اون این است که از بیرون این حسینی ابوالقاسم این سفر را که توی کتاب اون یکی کتاب عبدی نگاهی به ایران کروکی که من خودم کردم با اون اینه که از پشت برای اینکه باد میاد
وقتی باد میاد اگر بخوره به دیوار منعکس میشه برگشت داده میشه روی افرادی که اونجا نشستن تو اونها و این خوره مشکل برای اینکه این نقیصه برطرف بشه معمارا آمدن اینجا های سوراخ های تحضیح کرد که باید بتونه عبور بکنه و نمونه از پشت که نگاه میکنیم اینا یک یه دونه از اون بانی زبان رو سلن خیلی میشه که یه خود شما صحبت بکنید و این بلیشون یکی از دلیلی که اصلا این سخنرانی آغاز شده اینه که خیلی ها راجع به معماری اسلامی گفتگو میکنن و نامگذاری کردن که فکر میکنم یه مقدار کم لطفی به معماری مهرازی ایرانی و فکر میکنم که بعد از این سخنرانی این مدار آگاهی بیشتر پیدا کنیم که واقعا معماری ایران هست در دوره اسلامی در هر دوره میتونه باشه معماری نقاشی سنن جزی از فرهنگ هستن دین جزی از فرهنگ هست ولی بخوام دو تا جز رو با هم تلفیق کنیم و یک کل ایجاد کنیم از نظر نادرست برای همین گفتگو ما این هست که تمام شد عرض کنم که این حسینیه از بوش اینه برای چیزی یادم افتاد که اینو عرض کنم خدمتتون دعوت شده بوده وقتی از بنده در از طرف نظام معماری پاریس که من برم اونجا و سخنرانی بدم من فکر کردم بهترین سوژه‌ای که میتونم انتخاب کنم برای این نظرها این است که یه جوری نشون بدم که معماری مدرن و روز اروپا خیلی خیلی مواقع می‌بینیم که بیس و اصلش و پایش معماری ایران و دو تا معماری رو استایلم خیلی زیاد داشتم که امیدوارم آقای دکتر مرجان این استایل رو برامون بده در ایران یه نفر برداشت جهانم عرض کنم که مثلا این خودش یه نمونه پیدا کردم لوکورمیزیه در کلیسای رونشان یه قسمت از شهرستانای فرانس هست یه چیزی ساخته که درست این سوراخ ها رو شما اونجا میبینید این بادگیری که اینجا برای یه داونبار ساخته شده لالی هست اونجا میبینیم که 19 هست برای قسمتی که کشیش ها نه نمای سر مثلا چی بگم مذهبی میخواد یه خطابی حل میکنه اونجا میره باید میزه که نور از بالا میزه خطابش یه همچی چیزی داره من سعی کردم از بین استایلایی که داشتم یکی از فرنگی‌ها شوهر دارم، یکی از ایرانی‌ها و دکتری رو با هم نشد به قدر این سوژه به گرفت و تأثیر گذار بود که بی‌اندازه تشکرم ولی در بعد ما می‌بینیم که ما اینقدر غنی هستیم که حتی یه چیز بی‌ارزشمون هم که شاید بی‌ارزش بشه در خودمون این اینقدر ارزش داره میشه در مقابل کارهایی که در خارج از ایران هستم بخود در مرد این یکی از افتخارات هم است خب، مرد چی میخواستی بگیم؟ حالا بریم سراغ صحبتی که شما کردید راجع به معماری یکی از بزرگترین اشتباهات ما و یکی از تأسف آور تأسف بار طرف این جای دیگه ایران ما این است که ما
ایران خودمون رو فراموش بکنیم و بگوییم معماری اسلامی. اسلامی بسیار بسیار قابل تکریم و قابل احترام. ولی این که ما اون چیزی که مبتکرش بودیم، ابداعگرش هستیم، این رو به کلی بذاریم کنار و بگیم معماری اسلامی، این واقعا یک لطمه بزرگی به ماست و به خصوص که واقعیت نداره. چرا؟ برای اینکه حالا من شرح میدم اینجا خدمتتون که یک عامل اصلی که نمایانگر و سمبل اسلام و معماری اسلامه خود مسجد. مسجد رو خدمتتون الان عرض بکنم که یک نقطهش، یک وجب جاش غیر ایرانی نیست. وقتی ما میگیم اسلامی یعنی تمام ممالک اسلامی، عربا باشن، اینا در افتخار این معماری به خالت مستقیم نیستن، اصلا معماری ندارن. اون روزی که اسلام آمده که تز بسیار عالی آوردن، ولی کجا آمده؟ جایی که مش عربی که اصلا سابقه معماری رو خیلی سوزنی هم نداشته. وقتی که میگن معماری اسلامی، اون کویتیه و اون روبهیه و اون قطریه و اون شارجهیه و اون نمیدونم سودانیه و اون مراکشی، همه اینا شریک میشن. ما که مبتکر هستیم در اقلیت کامل برام، یعنی سهم ما که سهم 100% میشه سهم نیمیم و این بزرگترین خیانت بود. حالا عرض میکنم که شروع میکنم. یک مسجد که گفتم سمبل کل معماری است که به اصطلاح بهش میگن معماری اسلامی، این چند چیز داره که هیچ کدومش اسلامی نیست، یعنی عرب نیست. اون اینه که مهمترین قسمت یه مسجد شبستان. شبستان اونجاییست که وعظ و خطابه هست، اونجاییست که نماز میخونن، اونجاییست هست که اصلا همه چیز مسجد منعکس هست در شبستان. شبستانی که ما در مساجدمون داریم همه مربع روش گنبد قرار داره. شبستان اصلی مساجد ما مساجد گنبد داره، یعنی شبستان های گنبد. خب وقتی که نگاه میکنیم ببینیم که این گنبد از کجا آمده، چجوری شد. قبل از ساسانی ها وقتی میخواستن گنبد بسازن، گنبد ساخته میشد روی چهاربود ساخته میشه، یعنی مربع، و به این ترتیب که دیوارها هر چهار طرف میامده بالا و زیر گنبد که میرسیده دیوارها جمع میشده خود به خود و میشده گنبد. ساسانی ها آمدن اینجا یه اختراعی دارد که خیلی جالب آمدن که اینجا فرمش با چه نشون آیا کار میکنه اینجا؟ یعنی شما شارجش کردیم دست شما ملزه فرمت اینجا این مربع ساسانی آمدن برای اینکه روی این مربع گنبد بسازن، فکر کردن اگر بخوان روی این مربع گنبد بسازن در این گوشه ها گنبد میفته روی هوا، یعنی نمیشه، باید خراب میشه. آمدن گوشه ها رو چهار تا نیم مخروط تقریبا، این یکی دیگه هم نیم رخش میده، چهار تا نیم رو مخروط درست کردن، مربع شد هشته، روی هشته گنبد رو مستقر کرد. این اختراع مخصوص ساسانی. الان هر مسجدی که در ایران تشکر بدیم که گنبد عامل اصلیشه
این تکنیک رو دارم. اومده روی عجزه ساسانی. حالا این کجاش عربه؟ چرا ما بگیم عرب؟ چرا بگیم اسلام؟ یک دومی که کجای معماری های دیگه، معماری مثلا نه مسیحی، یا معماری مسیحی، نمیدونم، یا معماری ایتالیایی زمان رنسانس، معماری فرانسه زمان رنسانس، آلمان رنسانس، یعنی به نام ملت بسته میشه. یا معماری یهودی شما شنیدین، معماری زرتشتی شنیدین، نکنید ما یکی به شما رسان معماری اسلامی بزنیم که اینقدر کنه بره سرمون و این کمال بیه بیه زارتیه. حالا این یه عامل که خدمتون عرض کنم که ما عواردی داریم مثل مسجد جامع بیرجن بخشی میام بیرجن نه جیم داره توش، حالا یادم رفت فهرج؟ نه فهرج آقای دید فهرج؟ فهرج؟ نه میگن جیم داره حالا فهرج جیم داره یادم این بند هست برژه برژه جیم داره برژه برژه آمدن خود آتشکده رو اینی که نشون دادم ساسانی روی آتشکده ها این کاری کردم. آتشکده ها یه چهارتاقیه مربع و اون بعد روش افتادیم با این تکنیک آمدن خود آتشکده رو که بروزید با شما آتشکده بروزید این رو تبدیلش کردم مرسید این هم یه روز و اما حالا این تنها نیست منار داره، بسه منار داره باقی سربستان بیاریم ببینید این باقی سربستان اونجایش که گنبد داره باز ساسانیه دیگه در فارسه این گنبدش روی همون شیوه ای که از درم که جنبه ساسانی داره به اون سیستم ساخته شد. این نمونه قدیمی شد. حالا بعدی شد به برمید. اینو باید برای قسمت بعدی بگیم. یه مسئله رو بسید. ببینید ورودی مسجد یک طاق بسیار بزرگه که اطرافش طاق نماهای دیگه این مسئول شاه عرض کنم که این طاق میانی این طاق خیلی بزرگ و وسیعه برای بعد عرض کنم چه مناسبت داره با ساسانی که روی این دو تا مناره هست این برای آن برای روی مناره منار هم یکی از عوامل مهم مسجد چرا منار مثل شما داشتن؟ اون بله عرض کنم که دیولافوا یک پژوهشگر فرانسوی در زمان قاجاریه در مجلس خانمش به تجویز یک باستانشناس فرانسوی دیگه که این میخواسته ببینه منبع و منشأ اتاقهای شکسته که پره پریان ما که نشون دادیم همون اتاق اصلی شبستان رو از کجاست اون باستانشناس میگه اگر میخواییم پی ببریم این مطلب باید بریم ایران مطالعه بکنیم و خودت میفهمی که این تاق از کجا آمد این مرم میشه میاد با خانمش به گردش در تمام ایران
و میرسه به همین آقایی که ببینیم و بعد به فیروزآباد فارس. در فیروزآباد فارس یه برجی پیدا میکنه به این صورت که این چیز در حدود 26 متری خود میشتن ارتفاعش و به صورت مارپیچ پله میخورده میرفته بالا که بازسازی کرده یورفا به این صورت کتابش چاپ شد که این بود. چرا این دور؟ برای چه من دور این کار میکرد؟ برای راهنمایی کاروان هایی که در زمان ساسانیان در ایران به یه طریق میکردن اینها شبا بالای من بودم کشیده آتش روشن میکردن که این راه نما باشه برای اینا که فاصله فاصله این برجا رو روشن میکردن و شرق روشن بوده این راهشون رو باقن خیلی بس از این خیلی رو بعد وقت بگیم بعد از شاه رو جواب این لده فرم با سخون بکنم ما رو تموم نکنیم تو ما تموم هر طورم که چرا منار بسیم چه باشتن؟ عربا بسیم چه باشتن؟ محل نور در جایی که نور هست این منار رو ما این طرف به طرف گذاشتیم ما رو دومد به مسجد شاه رو بیاریم ببینید این طرف به طرف گذاشتن برای اذان ولی اگر برای اذان بخوان منار بذارن یکی میذارن چه دوزن این یک کار تکنیکی هم انجام میده این قوس چون دهنش خیلی زیاده قوس وقتی دهن زیاد داشته باشه میخواد از هم در بره برای اینکه این در بره یا باید این طرف اون طرف دیوار بسازن اینجا نصاب کنن یا اینکه وزنه بذارن روش که اون وزنه قدرت یا نیروی رانشی تاب رو خونسا و اینجا این رو هم اومدیم بس ببینیم این هم ساسانی شد میمونه عامل دیگه مساجد ما نمای خارجی ندارن نمای داخلی دارن نه به متن جامعه ساخته میشن یا تو بازاره یا تو چه بچه بس کچه ها ازش ولی نمای بیرونی نمیمید بزن گاهی اوقات استثنان مثل همین مسجد شاه یا مسجد شیخ الفلان ما میبینیم که ورودی رو ورودی فقط یه چیز خیلی مختصری به صورت نمانه جوده بوشه ولی باز نمای اصلی مال شیخ الفلانی که اصلا نه حیات بنده ولی ما هم به مسجد شاه یا مسجد جامعه میبینیم وارد میشده اومد از اهل مسجد مسجد ما مسجد از داخل میبینیم که چیزش سرمشقش چی بوده؟ کاخ تیزفون کاخ تیزفون یه اتاق عظیم مرکزیه و تاقهای کوچکتر در طبق همینو اینجا میبینیم که مساجد ما نماهاشون همینه سه تا یا چهار تا شبستان دارن که ورودی شبستان کاخ چیزه کاخ مسیح داره و اطرافش تاقهای کوچکتر و مساوی با هم و عینا همین میگه پس نماش هم حتی ساسانی حیف نیست که باید ما بگیم عرب حیف نیست که حیف نیست که ما در اقلیت قرار بگیریم حیف مرا دیگه چی داریم؟ حالا اگر بخواییم بگیم اینجا دیگه خیلی طول میکشه شاید یک سال طول یک ساعت طول من بخواستم برخواستم بکر سوالی اگه دارن از شما یک های سوال بکنن که نفوذ نفوذ معماری شما سوال کنن من اجازه این تمام کنم معماری ایران به خارج چجوری شده ما من اونم سوال برای تو سوال پیس ها برخوردار نمیشیم که این اعتماد رو به دست بیاریم.
خانم این هم توضیح بدین بعد بریم سراغ سوال. این بعد میخوره به همون که عرض کردم که موجود معماری ایران به خارج اگر در این زمینه میخواید من توضیح بدم. سوال همین. اون اینه که یک مورخ بزرگ فرانسوی به نام شوازی این یک کتابی نوشته که خیلی خیلی جالبه و در قرن چهارم میلادی قرن چهارم هنوز اسلام وجود ندارد. این میگوید که از اون زمان از سه طریق خیلی جالب از سه طریق معماری ایران یعنی معماری ساسانی شروع میکنه به نفوذ کردن به غرب آسیا یعنی به منطقه اروپا تمام اروپا رو طی میکنه و آخرین استقرارش روی اسپانیا است و اونجا میگوید که سه خط هست که این نفوذ رو نشون که این رو به صورت نقشه در من اینو از روی از روی خود کتاب بازی در بردم اینجا هست. این عین کروکیز که بازی در کتابش گذاشته سه حرکت داشته این معماری ایران. یکی آمده بالا از طرف آذربایجان وارد ترکیه شده ترکیه اون زمان که نشون داده اینها ترکیه رو از زیر این آناتولی رو پی کرده آمده به کنستانتینوپل که در اون زمان قرن چهارم قسطنطنیه و اسلام بر قسطنطنیه هم روم بزاد اینکه روم دو قسمت کنه شد روم غربی و روم شرقی قسطنطن اونجا رو قرار میکرده پس به اسم قسطنطنیه اونجا رو پس گذاری کرده یکم جوستینی هم و میره به دریای اژه و آدریاتیک و ونیز و اونجاها از اونجا میره به ممالک بالای شمال اینجا اکسلا شاپل و آلمان و بعد میره طرف جنوب انگلستان و بعد میگرد به طرف یک خط دوم از بالای دریای سیاه حرکت میکنه جنوب امریکای روسیه تا خودش میرسونه به ونیز و باز همون رفتر و همون سومیش از طرف سوریه میره روی جنوب دریای مدیترانه و شمال افریقا حرکت میکنه به طرف هر میرسه به موازی جزایر سیسیل از اونجا نیست به شعبه میشه یه شعبه میره بالا تا ونیزون یفته رو هم خط قبلی یه شعبه دیشت میره تا جبل طارق از اونجا میره بزن. اینجا اولیش رو توضیح میده یه وقتی که رسید به کنستانتینا به اینجا رو بهشون آیا سوید و به کنستانتینا رو که میرسه معماری این توی کتابش میده این معماری شکوفای ساسانی که فوق العاده تاثیرگذار بود اون زمان برخورد بده میکنه با معماری روم قدیم رومی که در حال افول و انحطاط این در همدوشی با هم دیگه یک پدیده ای رو به وجود میاره به نام مکتب بیزانس و فکر کنید که
مکتب بیزانس که ما میگیم خیلی از دوستانی اینجا داشت دارن ندونن یه خارجی در کتاب تاریخ معماریش میگوید که بیزانس زایده شکوفایی معماری ساسانی است و ببینید سهم ما چقدر مهم چقدر مهم به این تحتیل میرود اونجا و بعد هم میگوید که باید احترام گذارش به یک چنین قدیدهی و به یک چنین فوزی خیلی مرخصی برای تاریخ میزنید که ما خودمون ایرانی ها شد اکثرمون ندونیم که ما چه کردیم برس این فوز ما حالا این چیزی که نشون دادیم این الان ایا صوفی هست ایا اون چیز اون پدیده معماری برای کنات ایا صوفی هر بیدیم پدیده بیزانس یعنی شروع بیزانس اولین اثرش که معبد ایا صوفی رو در قرن چهارم میسازن اولین اثر بیزانسه که بعدها در زمان اسلام تبدیل میشه به مسجد ایا صوفی و بعد در تاریخ معماری ما میبینیم که ابن سلون این مناره ابن سلون که در قاهره ساخته شده یک کپی هست باز از همون مناره زمان ساسانی همه فیروز آباد یکی دیگه هم داریم ما در سامره ایران که بیرون مسجد ابوذلف باز یه مناره هست که کپیه پس ببینیم که معماری ایران زمان ساسانی تا اسلامی ممالک دیگه هم نفوذ داشته من سیمون من مهندس ساختمان هستم به افتخار نداشتم که دانشجوی شما باشم ولی بین سالهای 1350 و 1354 به عنوان یکی از مؤسسین و بنیانگذاران مدرسه عالی ساختمان در تهران افتخاریم داشتم که شما عضو هیئت امنای اون مدرسه باشید و طی 4 سال از نصایح پیشنهادات و راهنمایی‌های شما در اون مدرسه استفاده کردیم و بعد از 36 سال امروز یه فرصتی است که ازتون تشکر کنم.